گفتن برای علاقمند کردن دیگران به داشتن حجاب کامل باید از رنگ‌های شاد هم استفاده کرد، وگرنه با این بهانه که رنگ‌های تیره افسردگی می‌آورد، همه از حجاب فرار می‌کنند. خانم‌ها محکوم به مشکی پوشیدن نیستند. رنگ شاد چه اشکالی دارد؟ ببینید، ما همیشه به عنوان معلم به بچه‌ها توی دانشگاه حوزه میگیم که هر موقع سوالی رو تو امتحان دیدید جوابشو بلد نبودید، سوالو خیلی خوب بخونید، حلاجی کنید، نصف جواب تو سواله. این دوست عزیزمون که این پیامک رو دادن، اگر خوب دقت کنید، سه قسمت جواب رو خودشون گفتن. گفتن یک، تهمت افسردگی رو به رنگ مشکی میزنن. دو، برای اینکه دیگرانو میخوایم جلب بکنیم، اجازه بدیم رنگ شاد بپوشیم تا بقیه بیان بگن حجاب چه چیز خوبیه. و سه، رنگ شاد گناهی نداره. حالا اجازه بدید من جوابو خیلی خلاصه و به قول معروف MP3 عرض بکنم. بله، رنگ مشکی رنگ محبوب مسلمون ها قطعا نیست. رنگ اول اسلام در حریم خصوصی رنگ سفیده، رنگ عبادت هم رنگ سفیده، بعد از اون رنگ سبز و بعدش رنگ زرد و بعدش تمام رنگ های زیبای عالم. تا هر سلیقه‌ای که داری از اون رنگ های استفاده بکنی، اما رنگ حضور اجتماعی درجه یکش مشکیه. و این تهمت افسردگی هم درسته. اگر کسی تو زندگی شخصیش مدام رنگ مشکی رو استفاده میکنه تو خونش، بدون اینکه ایام سوگواری ابو عبدالله حسین علیه السلام باشه، بدون اینکه خدای نکرده غم و مصیبت شخصی رو داشته باشه، به طور عادی میره لباسای مشکی استفاده میکنه، این آدم دچار بیماری روحیه، در معرض افسردگیه، یا افسرده است یا در معرض افسردگی، هر کسی که میخواد باشه فرقی نمیکنه. اما رنگ مشکی رو یادمون باشه 11 تا معنی دیگه هم داره. من اینها رو سریع میگم و در تقدیم میکنم به همه دوستان خوب مسلمانمون در کشور اسلامی ایرانمون و همه کشورهای مسلمان که رنگ حجابشون رو در درجه اول مشکی انتخاب کردن. رنگ مشکی رنگ اقتداره. به خاطر همین هم در ورزش‌های رزمی کمربند مشکی، یعنی اینکه بالاتر از رنگ سیاهی، رنگی نیست. رنگ مشکی رنگ اقتدار و بزرگیه. رنگ مشکی رنگ داناییه. به خاطر همین هم ردای قاضی‌ها و وکلا در جهان غرب همچنان رنگ مشکی یا سرمه‌ای بسیار سیره که به مشکی بزنه. رنگ مشکی رنگ تقدسه. به خاطر همین هم ردای کشیش‌ها، راهب‌ها و راهبه‌ها رنگ مشکیه. رنگ مشکی رنگ نگفتن به غریزه جنسی و شهوته. به خاطر همین هم کارکرد ویژه در حجاب داره. به خاطر اینکه قراره جاذبه های جنسیتی رو به حد اقل برسونه. رنگ مشکی رنگ هیبت و عظمته. به خاطر همین رنگ پرده خانه خدا مشکیه. و وقتی که پرده های کعبه رو در ایام حج تمتع بالا میزنن، شما میبینید که سنگ های خانه خدا هم رنگ مشکیه و اون عظمت رو شما بیشتر احساس میکنید. رنگ مشکی رنگ نجابت و شرافته. به همین دلیل در فرانسه و انگلستان شما میبینید که قصرهای نجبا حتی سنگهاش به رنگ مشکیه، لوازم منزل هم به رنگ مشکیه، چیزی که امروز توی بازارهای لوازم منزل کشور ما هم اومده، رنگ مشکیه ایتالیک، البته اونها با یک مدفروشی اشراف منشی. رنگ مشکی معانی بسیاری داره که اگر همش رو ببینیم قطعا دیگه تهمت افسردگی، غم و دلمردگی رو به اون نخواهیم زد.